سلام سلام همتانای عزیزم، امیدوارم جور و صحت و سر حال باشین. هر جای دنیا که هستین همراه با فامیل های نازنینتان خوشحال، سربلند، سرفراز باشین. باز هم به یکی از ویدیوهای جدید ما خوش آمدین. امروز خواستم بر شما حلوای بدخشی تیار کنم. مواد لازمه با هم یک جای میبینیم. البته دو گلاس روغن گرفتیم، دو گلاس هم آرد، البته روغن جامد گرفتیم که مواد لازمه با هم دیدیم. خوب روغن هم ماندم، روغن کاملا داغ شده. البته دو گلاس روغن بود که دو قاشق بعدن ما اضافه کردم از ام روغن، چون دیدم کم کم میشد. دو گلاس آرد اضافه کردم. البته بسیار یک حلوای مزه‌دار میآید. خواستم این ویدیو شکل شما دوستای نازنین هم شریک بسازم. دو قاشق روغن دگام اضافه کردم. خوب زیاد ما آرد بریان نمی کنیم، اما قدر که رنگ آرد بادامی رقم شود. بعدا ما این در یک ظرف شیشه‌ای انتقال میتیم. بعدن به مدت 8 ساعتی را ما در یخچال میمانیم. البته بوره و یاش پسانتر اضافه میشه. تنها ما آرده همراه روغن دمی روغن بریان میکنیم. بعدن 8 ساعت ما را در یخچال میمانیم. خب یم آرد ما رنگش تغییر کرد. ما را در ظرف شیشه ای انتقال میتم. به مدت 8 ساعتی را ما در یخچال میمانم. میبینید که رنگ آرد تغییر کرده، نه اوقدر زیاد بریان شده، البته متوسط بوده، رنگ بادامی رو به خود گرفته. خوب اینه من در یخچال میمانم که کاملا سرد شوه مدت 8 ساعت. این بعد از 8 ساعت که من از یخچال بیرون کردم همین آرد بریان خوده، میبینید که بیان بعد از 8 ساعت که ما از یخچال بیرون کردیم، همراه میکسر میره کم کم میکس کردم میرم تا کمی آرد ما کم کم پس مثل کریم موری میشه. بعدا بوره و چارمغز و ایله اضافه میکنم. میبینین کم کم میکسر کده رفتم، به این قسم تیار شده. البته در افغانستان که تیار میکردن امرای دست خود ایره بعدا میمالیدن که خوب امی حلوا تیار شوه. ما امرای میکسر گفتم بیا آسانتر هسته. بوره میده را البته ما اضافه کردم کم کم. خب بوره البته مخلوط شد، ایل چای اضافه کردم، بعدا پستر اضافه میکنم و تمامش مخلوط میکنیم. چارمغز هم اضافه کردیم. خوب در رقم ظرفی که خواسته باشین ایره میتونین دیزاین کنین. ما از این قالب کیک استفاده کردم، پلاستیک میمونم. البته بعدا ایره ما دمی انتقال میتونم، بعدا در یک ظرف دیگه میمونم. خوب جا داره کمی جمع از دوستای نازنینم، هموطنای گلم، جهان سپاس از هر یکی تان که همیشه ویدیوهای مرا میبینین، البته کومنت های زیبا میتین، به
خواندن کامنت های زیبای شما من البته انرژی میگیرم، بسیار خوش میشم، شکر میکنم به سر هموطنای عزیزم، دوستای نازنینم که همیشه مرا حمایت میکنن، ویدیوهای مرا میبینن، کامنت های بسیار خوب میتن. تشکری میکنم از هر یک شما، زنده و سلامت باشین که همیشه مرا تشویق میکنین، و از دوستایی که نو به چینل ما پیوستن از اونا هم تشکری میکنم، و یک جهان تشکر از هر یکتان. خوب ایره ما در قالب انتقال دادم، اینال ما به مدت 2 ساعت ایره در یخچال ماندم، بعد از 2 ساعت ایره ما در یک ظرف دیگه میمانم، بعدا نوش جان میکنیم. البته حتما از این امتحان کنین، بسیار یک حلوای مزدار میاد، چون ایره در یخچال میمانیم یکمک خود سختر میکنه، بعدا که از یخچال بیرون کنی به مدت 10 دقیقه 15 دقیقه بیرون باشه، بعدا نوش جان کنی، بسیار یک حلوای مزه‌دار امرای چای مزه میتن، نوش جان کنین دوستای عزیزم. خب ای بود حلوایی که ما آماده کردم، خدا کنه که ریسیپی خوشتان بیایه و از استفاده کنین و امرای با فامیل های نازنینتان نوش جان کنین دوستای گلم، و هر جای دنیا که هستین خوشحال باشین، جور و سربلند سرفراز باشین همراه با فامیل های عزیزتان. خدا حافظ دوستای عزیز.